یک سیاستمدار انگلیسی در اقدامی گستاخانه از مسلمانان خواست با امضای سندی بخشهایی از قرآن را منکر شوند. جرالد باتین رهبر داخلی حزب استقلال پادشاهی متحد انگلستان یوکیپ و عضو پارلمان اروپا که به تازگی رهبری این حزب را به دست گرفته پیش از این نیز سخنانی اهانت‌آمیز درباره اسلام گفته و دین اسلام را فرقه مرگ نامیده بود. او با طرح که غیر مسلمانان حق دارند که از رفتن به مساجد بترسند در ادامه برخوردهای اسلام ستیزانه اش خواستار ممنوعیت ساختن مساجد و مراکز اسلامی جدید در انگلستان شده بود باتین در گفته های جدیدش بار دیگر وقیحانه بر ادعاهایش درباره اسلام تاکید کرده و از مسلمانان خواسته با امضای سندی بخشهایی از قرآن مجید که درباره جهاد در راه خدا و دفاع از اسلام است را منکر شوند وی مدعی شد که اقلیتی قابل توجه از مسلمانان نیز عقاید او را درباره اسلام قبول دارند ذکر کلاس به گفته کارشناسان دینی سنی های تندرو و گروه های که داعیه اسلامی دارند با دوری از روایات اهل بیت علیه السلام و نیز مراجع به کسانی که صلاحیت تفسیر آیات قرآن را ندارند به نام دین اسلام دست به اعمال خوش مانند بومگذاری اقدامات انتحاری، ترور و بسیاری از رفتارهای خوشونت دیگر میزنند. این در حالی است که بسیاری از سیاستمداران اسلام ستیز با بستن چشم خود به روی اسلام حقیقی اسلام ساختگی سنی های تندرو را به عنوان اسلام حقیقی به مردم معرفی می کنند.